بله، و کتاب قانون ابن سینا چنان که گفتیم یکی از کتاب‌های بسیار مهم و برجسته در تاریخ طبابت بوده. در همه دوران طبابت غرب هیچ کتابی به این اندازه که جامع و مانع بوده باشه، یا به قول این بوزی ها دانشنامه گونه بوده باشه، مبادی و موضوعات پزشکی را در بر گرفته باشد، با وجود نیامده. به همین دلیل وقت کتاب قانون پس از اینکه به لاتین ترجمه میشه مورد توجه جدی دانشمندان و پزشکان غرب قرار میگیره و به عنوان کتاب درسی در دانشکده های پزشکی تدریس شد. یعنی هنوزم بشر به کتاب قانون ابن سینا افتخار می‌ورزد. نکته دیگری که قابل تذکر است و در واقع نقطه عطف است در تاریخ پزشکی اسلامی یا طبابت اسلامی یا طبی اسلامی، منظور من از طبابت اسلامی یا طبی اسلامی این آنچه که امروز ما با عنوان اعلانات میخوانیم این نیست، یعنی طبابت معیاری در دوره های تمدن اسلامی. مهمترین دستاورده های پزشکی اسلامی هنگامی به وجود آمد که تنی چندی از طبیبان مسلمان گفتن که یک ناهماهنگی در آرای جالینوس وجود دارد و این را محصول تجربه خودشان دانستن. اولین کسی که یا یکی از نخستین کسهایی که جالینوس را نقد کرد و ایراد گرفت ابو نصر فارابی بود و به همین شکل ابو بکر رازی هم به عنوان یک پزشک بزرگ، جامعه نگر و صاحب نظر ایرادها و عیبهایی را و خللهایی را در طبابت جالینوس و در دیدگاه های طبی جالینوس پیدا کرد و وارد کرد. اما میگن که مهمترین نقد آرای طبی جالینوس در جهان اسلام که بعد مایه شهرت و افتخار طبابت اسلامی میشه توسط ابن نفیس دمشقی که در قرن ششم هجری زندگی میکرد مطرح شد. ابن نفیس رحمت الله علیه طبیب تجربه گرا و اهل نظر بود و میگن که یکی از بزرگترین کشفیات پزشکی بود که یکی از بزرگترین کشفیات پزشکی را میگن داشت و این کارش کرد به اصطلاح در طبابت یک نقطه عطف حساب میشد و به همین خاطر میگن حتی به ابن نفیس جالینوس عرب میگفتن. خب ابن نفیس در دو اثر معروفش، یکی شرح تشریح قانون و دیگرش شرح قانون، کشف خود موسوم به گردش ریوی خون را تشریح داد. یعنی تنها در قرن 19 بود که دانش جدید به این کشف مهم ابن نفیس آشنا شد. بر اساس نظر جالینوس در مورد گردش خون، یعنی جالینوس میگفت که خون از راه شریان وارد بطن راست قلب میشه و از راه منافذی که بین بطنهای راست و چپ قلب وجود داره به بطن چپ وارد شده و در بدن میچرخه.
اما ابن نفیس گفت که خون از بطن راس و از راه ورید بریه رفته و پس از او در ورید با هوا یک جا میشه، آمیخته میشه، بعد از راه وریدی دیگر با بطن چن رفته و از او جا در سراسر بدن پخش میشه. و ابن نفیسی کار ای اطلاعات از راه تشریح بدن انسان به دست آورد. خب این کشف ابن نفیس 3 قرن پیش از ای بود که کسی به نام میگل طبیب ایتالیایی او را شرح بوده، ای توسط ابن نفیس شرح داده شده. خب خلاصه با کنار هم قرار دادن آرای ابن نفیس، فارابی، ابن سینا و چند تن از پزشکان دیگر نشان میده که طب اسلامی بسیار جدی با دنبال طرح مدیلی غیر جالینوسی بودن و در این کار موفق هم بودن. خلاصه همه اینها نمونه های بسیار بسیار ناچیزی از دستاورد های علمی مسلمانان بود که خدمتتان فقط به طور نمونه عرض کردم و طبیعتاً فرصتی نبود که من بتوانم بیشتر از این توضیح بتوانم این مطلب و بیشتر از این مثال بیارم و طبیعتاً این چیزا به این شکل یک مقدار خسته کن بردان تمام میشه. خوب چاره این چیزی نبود. به هر حال کلیت درسی امروزی ما و شما برسه میبرم میچرخید که باز خلاصش میکنم. دستاورده ها در عرصه علوم اسلامی بود و گفتیم که علوم اسلامی در واقع زاده تفکر و اندیشه اسلامی است و بعد علوم اسلامی را به معرفی گرفتیم و دیگه نگفتیم که چی کردن مسلمان ها در اینجا، چون این هرچی هست مال خود مسلمان است و اینکه چقدر ارزشمند و مهم و اثرگذار بوده در تاریخ حیات بشر علوم اسلامی بی نیاز از استدلال است. و بعد گفتیم که علوم اسلامی در یک تقسیمی که ما انتخاب کردیم به 3 بخش تقسیم میشه. یکی علوم اصلی بود که مانند عقیده را در بر میگرفت، فقه در بر میگرفت، تفسیر در بر میگرفت، حدیث در بر میگرفت، اینها بودن. و بعدش هم یک بخش دیگرش را گفتیم که چه هست چنان داره چنان داره چه گفتیم یک بخشش علوم اصلی بود، یکی دیگرش علوم همکار بود مانند اصول تفسیر و علوم قرآنی و مصطلح الحدیث و این زبان عربی و اینا را گفتیم که بخش علوم اسلامی میشه. همین 5 بخش چه بودو؟ چند 5 بخش؟ اصول فقه 1، قواعد فقهی 2، زبان عربی 3، دیگه چی بود؟ اصول تفسیر و علوم قرآنی و 5مش هم مصطلح الحدیث. درست شد؟ بخش اول علوم اصلی که 4 بخش در بر میگیره: عقیده، فقه، تفسیر، حدیث. بخش دوم علوم اسلامی، علوم همکار که اصول فقه، قواعد فقهی، زبان عربی، اصول تفسیر و علوم قرآنی و 5مش هم مصطلح الحدیث. و نوع سوم علوم، علوم مرتبط میگن که مثل تاریخ اسلامی و زندگی نامه نویسی و ترجمه نویسی و ترجمه نویسی منظور این ترجمه ای که ما شما میگیم اینه، یعنی چیزی شبیه زندگی نامه نویسی با طبقات که مثل کتابای ما در طبقات فقها داریم که درجه بندی میکنه که
هی ده طبقه اول قرار داره، ده طبقه دوم قرار داره، ده طبقه سوم قرار داره و طبقات شعرا داریم مثل طبقات فحول شعرا او را داریم. خلاصه ای امو علوم اسلامی بود و بعد گفتیم که علوم بشری هم یا علوم انسانی امو به اصطلاح رشته های دانشگاهی یا اکادمیکی که پهلوهای مرتبط با ویژگی های تمدن انسانی را مطالعه میکنه یعنی امو علوم بشری میگن و بعد آمدیم و طور نمونه دستاورده های تمدن اسلامی را در عرصه ادبیات و بررسی گرفتیم. گفتیم خود نزول قرآن کریم در ذات خودش یک معجزه ادبی و زبانی بود، فهم قرآن باعث شد که علوم متعلق به حوزه ادبیات همان علوم بلاغی و دستور زبان شکل بگیره. مسلمانان گفتیم در این عرصه چنان پیشتاز بودند که زبانهای زیادی را گرفتند. رشد و بالندگی ادبیات عربی به دست مسلمان ها از طایفه های مختلفی بود و لطف و مرحمت اسلام تنها شامل زبان عربی نی بلکه شامل تمام زبان ها شد و به همین شکل دستاورده های مسلمان ها را در عرصه فکر و فلسفه به بررسی گرفتیم و در عرصه تاریخ به بررسی گرفتیم و به همین شکل در عرصه هنر به بررسی گرفتیم و بعد آمدیم پیرامون دستاورده ها در عرصه علوم طبیعی و علوم ساینسی صحبت هایی را کردیم و گفتیم که در این عرصه مسلمان ها پیشتاز بودن، چیزهایی را از دیگر ها گرفتن ولی چیزهایی را افزودن، ترجمه کردن، رساندن و یک عالم دستاورده ها را گفتیم که مسلمان ها در عرصه علوم طبی داشتن و کارهای زیادی را به حساب بشریت کردن، آنگونه که علومی را خودشان تازه بنا نهادن مانند علم الجبر و ریاضیات، اگر از بیرونه ها چیزهایی را گرفتن چیزهای زیادی را اضافه کردن، در طبابت نقش بسیار بالایی داشتن، دانشمندان بسیار بزرگی را در عرصه طبابت و در رشته های دیگری تقدیم جامعه انسانی کردن. خلاصه یک عالم دستاورد این تمدن 1400 ساله و بشریت برمغان آورده که نمیشه اینها را حتی سرسخت ترین دشمنانش نادیده بگیره. اینی ای بود اما فشرده و خلاصه درس امروزی ما و شما. دستاورده ها در عرصه علوم اسلامی، دستاورده ها در عرصه علوم بشری، دستاورده ها در عرصه علوم طبیعی و ساینسی. خب رسیدیم به لحظات پایانی درس. انشاءالله تا درس دیگر که باز در خدمت شما قرار میگیرم شما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. منتهی درستان به دلیل یک مشکل تکنیکی که پیش آمد ما در سه پارت را در سه بخش جور کردیم، از پیشتان نروه یک یعنی می درس هفتمتان سه پارت اگه داره و امیدوارستم که بخیر انشاءالله صحت و سلامت باشین و در پناه ایزیدی منان بوده باشین. خداوند یار و مددگارتون.